بله کم کم هم نزدیک میشیم به داشته‌های برنامه امروز، ولی در پایان صحبت‌های خانم مریم هم خود شنیدیم با مهمانشان که در بخش پایانی بخش سرخط دارن و فرصت هم واگذار می‌سازیم به بانو مریم خرمی. تشکر مرجان. بله امروز در بخش سرخط با مهمانمان دکتر فریدالله رحیق رئیس تبادلی افغانستان صحبت داریم در رابطه با اینکه نخستین مرکز آزمایش DNA در مرکز تبادلی کابل افتتاح شد. در این مورد میخوایم صحبت بیشتر داشته باشیم. شما هم میتونید که شریک صحبت امروزمان باشین، با شماره تماس برنامه به 8656 تماس بگیرین. آقای رحیق صبحتان بخیر، خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر و صبح بیننده‌های عزیز که همکنون ما را تماشا میکنند. بله، خبر خوبی که شریک ساخته شد با مردم گشایش نخستین مرکز آزمایش DNA که قبل از این ما چنین مرکزی نداشتیم و اکثرا برای آزمایشات پیشرفته مجبور بودیم که از کشورهای دیگر، کشورهای همسایه کمک بگیریم. میخوایم که در این مورد شما بر ما بیشتر بگوییم. بله همکار عزیز، قسمی که تایی هفته قبل در جریان قرار داریم که برای اولین بار در تاریخ افغانستان در تشکیل ریاست خدمات تبعیدی دیپارتمنت DNA یا مولکولر بیولوژی رسما آغاز به فعالیت و آغاز و کار کرد که یک دستاورد بسیار خوب خواهد بود در عرصه تامین امنیت، تامین عدالت و کاهش جرم جنایت در افغانستان. بله و این مرکز هنوز شروع به عرضه خدمات نکرده، همینطور است؟ بله، قسمی که به اساس استانداردهای بین المللی، به اساس عموم مصوبات ISO، دیپارتمنت هایی که باید به خاطر تامین عدالت یا تامین امنیت عرضی خدمات میکنن، اونا از تمام عموم استانداردها باید پاس شون و بعد از اون میتونن که یعنی اوتورایز شون به خاطر صدور اسناد که مراجع عدلی کار دارن یا ضرورت دارن. با او خاطر یک مرحله ضرورت است که باید ما سرتیفای شویم به خاطر استانداردسازی و کیفیت بیشتر کار. این پروسه ها را باید طی مراحل کنیم و فعلا کار آغاز شده که سر استانداردسازی و طی مراحل کار به خاطر بهبود ارزی خدمات و کیفیت کار کار شروع شد. برنامه مشخص است که چه زمانی مشخص و دقیق آغاز خواهد شد کار این مرکز؟ به خاطر ازی که ISO بتونه که ما را مرور بکنه و تایید بکنه، یعنی چگونگی ارزی خدمات ما را، هم از نظر هم ظرفیت هایی که منابع بشری داره، هم از نظر وسایل و تجهیزات، هم از نظر شرایط و محیطی که لابراتوار در او قرار داره، بعد از او مطابق این پروتکل هایی که فعلا انکشاف داده میشه و نظر به تجهیزات، نظر به مواد مصرفی، ای پروتکل انکشاف داده میشه که کارا مطابق امو استانداردها باید طی مراحل شه. چون موضوع عدالت یک موضوع بسیار مهم است، برگشت ناپذیر است، خدا نخواسته اگر ما کدام نظر را بدیم که در او خبت وجود داشته باشه بعدا مشکلات را به وجود خواهد آورد. به او خاطر ما فکر میکنم که اگر ما از طرف ISO تایید شه و ارزی خدمات ما، بعد از او میتونیم که این مرحله را پاس بکنیم که شاید حداقل 3 ماه الی 6 ماه را خواهد گرفت. بله آقای رحیق، قبل از این آزمایش DNA در افغانستان چگونه صورت میگیره؟ به دلیل مشکلات امنیتی که وجود داره و جرایمی که صورت میگیره در افغانستان، قبل از این مرکز این آزمایشات در کجا و چطور صورت میگیره برای شناسایی مجرمین؟ قبلا متاسفانه در داخل افغانستان ارزی خدمات از طریق حکومت هیچ وقت صورت نگرفته و کدام دیپارتمنت لابراتوار شخصی هم وجود نداشته. بعضا در میدان هوایی بگرام یک بیز خارجی ها بوده، در اونجا بعضی کیس ها را می دیدن، ولی کیس هایی که ضرورت می افتاد در بعض قضایای بسیار عاجل، تقریبا از سال 2016 ما یک قرارداد یا تفاهمنامه بین لابراتوار کانادایی و ریاست خدمات تبعیدی از طریق وزارت صحت عامه عقد شده که مطابق از او در بدل پول کسایی که متقاضی این معاینات هستند، ما این معاینات البته در بدل تخفیف یک چیز از طرف اونا دسکاونت برام داده شده بود، این معاینات اجرا میکنه. بله و در مورد تجهیزاتی که در نظر گرفته شده برای مرکز، اگر بگوین بر ما از چه نوع تجهیزاتی قرار است برخوردار باشه، کشوری هست که ما را کمک میکنه در این قسمت یا از بودجه خود افغانستان این تجهیزات مهیا میشه؟ بله همکار عزیز، تقریبا در چند مرحله، چون این
تجهیزات و وسایل را که ما آوردیم بسیار اپدیت است، تقریبا تولید 2019 است و بای آردر ما ایرا آردر کردیم. از نظر قیمت یک ذره قیمت است، گزاف است و اپدیت است. به این خاطر ما هم بودجه کافی نداشتیم که در یک سال در یک مرحله تدارکاتی میگرفتیم. تقریبا چند سال است و در چند مرحله تدارکاتی ما ایرا خریداری کردیم و فعلا در ریاست خدمات تبلی نصب مونتاژ است و از کمپانی های مختلف از کشورهای مختلف است. بله، و ماشیناتی که فعلا داریم و ماشیناتی که تازه قرار است که بیاید و مورد استفاده قرار بگیره، آیا افرادی که قرار است از این ماشین ها استفاده کنند جای آموزش دیدن و چطور قرار است از این ماشینات جدید که شما گفتین اکثرش تولید 2019 است استفاده کنند؟ پیش زمینه آموزشی وجود داره؟ بله بله، زمینه آموزشی ترنینگ در این مورد باید ببینن و او گایدلاین های خود دارن و مطابق از او و کسایی را که ما در داخل دیپارتمنت داریم، تقریبا دو نفر از این کسایی هستند که تجربه کاری بسیار خوب دارن در بخش مولکولر بیولوژی و زمینه های ریسرچ و تحقیق گپا را یک مرحله را سپری کردن. اینا آشنایی سفری کردن اینا درس خدا برای استفاده ما دیگه از کشورهای همسایه همیشه مشخص بگیم در کجا و دیگه از کشورهای همسایه اونا درس های ماستری خدا از اونجا گرفتن، هم سند ماستری خدا و تحقیق هم کردن. دیگه پوانتونی بوده که در زمینه ریسرچ و تحقیق کار میکردن و در بخش عملی هم اونا ما دیدیم کارشان خوب است، کیس ورکینگ فعلا شروع کردن، دسترسیشان بسیار خوب است. ولی سر از او ما کوشش میکنیم که به خاطر از اینکه وسایل تجهیزات اپدیت است، اینا یک ترنینگ دیگه هم ببینن از نظر وسایل و تجهیزات. بله، بجز از قضایای جنایی آیا در قضیه های دیگری هم از این مرکز استفاده صورت خواهد گرفت یا نه؟ فعلا اجالتا نظر به ملایحه که در اخیر از طریق وزارت صحت عامه انکشاف داده شده و به دسترس قرار داره که او را همراه و ادارات زیربط هم ما شریک ساختیم، ما نمی خواهیم زیاد به کیسای کلان و متعدد و بیشتر بریم به خاطر از اینکه قیمت از بسیار زیاد گزاف است و شاید بودجه کافی در اختیار ما قرار نگیره. فعلا ما سر از این کار داریم که بر از این بودجه مشخص بگیریم که بعد از اون ما میتونیم که از این خدمات روز به روز اکسپاند کنیم یا در اختیار مردم قرار بدیم و با طریق رسانه ها بعدا اعلان خواهد شد. فعلا ما فوکس ما سر پترنیت تست یا تست تثبیت ولدیت است یا تست که زیادتر برمیگرده به واقعات خشونت و واقعات که سارنوالی من خشونت زیادتر بر از این ضرورت داره، زیادتر فوکس ما سر زمین تست اول. بله، و یک نگرانی که در این مورد وجود داره این است که این روند چقدر در افغانستان به گونه عادلانه پیش خواهد رفت و آیا ممکن هست که افرادی در این آزمایش مداخله کنن، خصوصا افرادی که نفوذ بیشتر دارن؟ این نگرانی بعضی از مردم هست. صحبت شما در این مورد چی هست؟ بله، من فکر میکنم اگر مسئله نفوذ باشه، کسایی که بخواین نفوذ بکنن نه تنها در نتایج دینه علاقه خود داشتن که نفوذ بکنن، در هر مرحله که هر معاینه دیگه هم باشه شاید علاقه مند باشن نفوذ بکنن، ولی فرصت باید داده نشه که تا فعلا ریاست خدمات بعدی نظر به تعهد مسلکی که داشته کس نتونسته که در نظریات نفوذ بکنه و تمام نظریات مطابق هم معیارات و استانداردها و شرایط و قانون خدمات تبعدی ابراز نظر میشه و از اطمینان بدیم به مردم ما که وقتی که ما مسئولیت ریاست خدمات تبدیلی داشته باشیم ای بدور از هر گونه مداخله و نفوذ خواهد بود و انشاءالله کسی موفق به این خواهد شد. بله، خب افرادی که خانواده هایی که بعضی از اعضای فامیلشان در حملاتی اجسادشان کاملا نابود میشه از بین میره، آیا این آزمایش میتونه برشان کمک کنه برای شناسایی فردشان اما اعضای خانوادهشان یا خیر؟ یقینا بعد از اینکه ما همین مراحل را بیشتر بر شما یادآوری کردیم که پروتکل سازی و استاندارد سازی ما تای مراحل شوه و از طریق آیسو ما این وریفای شویم یا سرتیفای شویم، بعد از اون انشاءالله میتونیم در این قضای رسیده که بکنیم و یکی از موارد مهم هم تثبیت هویت است. بله، و این وسایل و امکاناتی که فعلا در این مرکز هست آیا در ولایت هم این دسترسی وجود داره یا خیر؟ در قدم نخست ما خواستیم که ارزی خدمات در سطح مرکز با کیفیت بسازیم، در کابل معیاری بسازیم. بله،
بعد از او این پلان‌های بعدی ما است که نظر به استراتژی پلانه که در نظر داریم به سال آینده برای ریاست خدمات بعد انکشاف داده شوه انشاءالله که اگر بودجه مساعد شوه شرایط مساعد شوه ما ایرا به سطح ولایت هم حداقل به سطح زونا انکشاف خواهد داد. بله و همکاری مردم چی میتونه با شما باشه؟ همکاری مردم زیادتر در این موردی است که باورمند باشن به ارزی خدمات تبدی و اعتماد سازی را ما کوشش میکنیم بکنیم. دروازه ما باز است، تصمیم به این داریم که در قل هفته یک روز در اختیار مردم قرار بدیم تا مردم از نزدیک بین و مشکلات که دارن میشه که امو سوی زنایی که پیششان وجود داره او رفع شد و به قضایشان مستقیم رسیدگی شد. یک مشکلی که برای ریاست خدمات تبدی وجود داره که آشنایی درست با امی مسلک وجود نداره و برداشت های سو از این مسلک صورت میگیره در رابطه با قضایای مثل تخمین سن و سایر امارد. یکی از مشکلات بسیار زیاد مهم تخمین سن است، بخاطر از اینکه معیارات را که ریاست خدمات تبدی تعیین میکنه او نظر به علائم نشونمایی یا رشد شخص است و این تعیین سن تقویمی ما نمیکنه، تخمین سن رشد میکنه. برعکس کسایی که میبینند که مثلا از نظر جسد یا از نظر اندام یک ذره بزرگ است شاید در معیارات ما خردتر به و بعضی هم شاید نظر به معیارات ما کلانتر تعیین سن شود در حالی که او دارای اندام و جسد خرد است. اینی خودش یک بیباوری را در اجتماع ایجاد کرده که ولی شاید در ریاست تبعیتی بعضی گپای باشه و ما اطمینان میتونم برای کلگی در هر مورده که مشکوک بودن نظر به قانون ماده 19 قانون خدمات تبعیتی ما تقریبا 4 بار میتونیم که برای یک قضیه رسیدگی بکنیم، تجدید نظر صورت بگیره. بله. و وکلای مدافع کسایی که خواسته باشند در معاینات حضور پیدا بکنن و اطمینان پیدا بکنن از چگونگی ارزی خدمات و خواهش ما از مردم می است که باورمند باشند به ارزی خدمات و فرصت بتن به ای که ما سر کیفیت کار و سر بهبود کار کار بکنیم. تشکر، سلامت باشین از اینکه امروز تشریف آوردین. تشکر بسیار. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از نظریات شما در فیسبوک. میتونین تکرار برنامه را شب تماشا کنید. 11:30 تا 12:30 شب برنامه تکرار داره. منتظر پیام ها و نظریات شما از طریق واتساپ هم هستیم. وقت خوب و خوش بر همه. خدا نگهدار. دوست عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنید. برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک.